با پس از نقل کلام ابن کثیر رحمه الله با ذکر بعضی از عبادت های قلبی و بدنی همراه با دلیل از قرآن و سنت آن را با نحو زیر توضیح داده است. دعا به دو نوع تقسیم می شود. یکم دعای عبادت، دویم دعای مسئلت. دعای عبادت دعای با زبان حال است، مانند نماز، روزه و حج، و انجام دادن این اعمال برای غیر الله شرک اکبر است. دعای مسئلت دعا با زبان است که سخن می گوید، مانند گفتن مرا بیامرز، مرا رحمت کن، و در حکم این نوع دعا تفصیل است و چنان که ذکر خواهد شد. دعای مسئلت بر دو قسم تقسیم می شود. دعایی که بر آن جز الله کسی قدرت ندارد، انجام این نوع دعا برای غیر الله شرک اکبر است. دعای این بنده بر آن قدرت دارد، این دعا با چند شرط صحیح است. یکم کسی که از او درخواست می شود زنده باشد و ذکر این قید میت خارج شد. دوم کسی که درخواست می شود حاضر باشد و ذکر این قید غایب خارج شد. سوم کسی که از او درخواست می شود قادر و توانا باشد و ذکر این قید عاجز خارج شد. چهارم اعتقاد نماید که شخصی از او درخواست شده تنها سبب است و به او ذات خود مؤثر نیست. اما اگر اعتقاد داشته باشد که این خوانده شده در کائنات تصرف مخفی دارد و جلب منفیت و دور کردن ضرر به دست اوست، این شرک است. ملاحظه، چیزی که ما می خوانیم حکم بر فعل است، اما حکم بر فاعل نیازمند به اقامه حجت و نفی شدن شبهه است، و عالمان کسانی هستند که بر فاعل حکم میکنند که مؤمن است یا کافر. در اعتقادی با اسباب مردم به سه گروه تقسیم می شوند. قسم یکم گروهی که هر آنچه الله آن را سبب قرار داده است سبب دانسته و با آن اعتقاد دارند که این اعتقاد صحیح است. قسم دوم گروهی که در آنچه الله سبب قرار نداده است سبب دانسته و با آن اعتقاد دارند که شرک اصغر است. قسم سوم گروهی که اعتقاد دارند که سبب در ذات خود تاثیر دارد و جلب منفیت و دفع ضرر به دست اوست، این شرک اکبر است. قسم یکم گروهی که در آن الله تعالی آن را سبب قرار داده است سبب دانسته و به آن اعتقاد دارند که این اعتقاد صحیح است. یکم سبب شرعی مانند رقیه شرعی است. الله سبحانه و تعالی رقیه را سبب شرعی برای رفع بیماری قرار داده است. دوم سبب های حسی مانند دوا که الله سبحانه و تعالی آن را سبب برای شفا یافتن قرار داده است. حدیث دعا مغز عبادت است، حدیث ضعیف است و حدیث صحیح فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است، دعا همان عبادت است. آیت بر این دلالت میکند و پروردگار شما فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. همانا کسی که از عبادت من سرکشی میکند به زودی با خوری به جهنم وارد میشود. الله سبحانه و تعالی فرمود عبادت من، پس این دلیل بر این است که دعا عبادت است.